سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم. این هم یکی از فیلم های غیر درسیم هست، روایت من از زندگی، بخش 15. سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک و فیلم های تحلیلی فلسفی. بذارید تصویرم رو بزرگتر کنم روی عکس خودم. خب دیگه این بزرگتر نمیشه. قبل از اینکه شروع کنیم یه مقدمه از معرفی خودم خدمت شما عرض کنم، تا اگر برای اولین بار هست این فیلم رو از کانالم میبینید آشنایی داشته باشید. خیلی مهمه آدم حرف رو از کی میشنوه. درسته میگن به حرف نگاه کن، اما دیگه در این دور زمونه اینقدر حرف خوب رو همه میزنن که باید دقت کنیم اگر میخوایم در زندگی به کار بگیریم این حرف از دهن چه کسی بیرون میاد. اون وقت اگر از دهن یک فردی بیرون بیاد که خودش عامل باشه، موجب میشه ما هم عمل کنیم. اگر میبینید خیلی از حرفا به دل نمیشینه، شاید به خاطر همین عدم شناخت اون گوینده است. به عنوان یک تحلیلگر، محقق، عالم، اهل تفقه، اندیشه و خرد، باید این رو هر کسی بگه، مخصوصا این اساتید دانشگاه. من نمیدونم با چه پیش‌فرضی میرن سر کلاس و هیچی از خودشون نمیگن، بعد انتظار دارن که دانشجو تربیت کنن. همینطور معلم ها متاسفانه آموزش های غلطی در تربیت معلم میدن که هیچ چیزتون رو به دانش آموز نگید، در صورتی که اگر معلمی شغل انبیاست و انبیا در معرض مردم بودن و میتونستن مردم ببینن اینها چطور زندگی میکنن، معلم هم باید اصول زندگی خودش رو که عمل میکنه بیان کنه، نشون بده. حالا اینکه اسم خانومش چیه و چند سال ازدواج کرد و اینها نه، اما اینکه حلال و حرام نمیکنه و مقید هست به امور مذهبی، نمازش، روزش و اخلاقش، اینها رو باید بچه ها، دانش آموزا حس کنن، وگرنه برای چی معلم شده؟ خوشبختانه اگر من دارم درس ریاضی و فیزیک و همچنین فیلم های تحلیلی فلسفی ارائه میدم، همیشه این رو مد نظر داشتم که از خودم مطالبم رو در اینستاگرامم، کانال تلگرامیم قرار بدم تا دانش آموزانم هم پای این که ریاضی و فیزیک رو از من یاد میگیرن و با تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی من آشنا میشن، بدونن که من در زندگی واقعی چطور برخورد میکنم با مشکلاتی که باش مواجه میشم، با اعضای خانوادم. خیلی از شما که از سالها پیش عضو کانالم بودید و منو دنبال می کردید، از فراز و نشیب زندگی من آگاهی خوبی پیدا کردید. هنوزم هست اون پستا، می تونید ببینید. راستی این کلا رو من اینجوری بذارم بهتره یا اینجوری بذارم؟ من فکر کنم اینجوری بذارم، چون سایه نندازه شما تصویرم رو واضح‌تر ببینید، خودم هم احساس فکر میکنم بهتری داشته باشم بهتره. من اصلا کلن خلاف عرف، انقدر از این عرف بد بدم اومده که عرفای خوبم اول به صورت پیش‌فرض میخوام نفی کنم، بعدا اگر دیدم انجام بدم. نمیدونم شما هم حس میکنید هرچی پیشتر میره من با شما راحت تر میتونم از این طریق صحبت کنم یا نه، ولی من خودم این حس رو دارم. راستی قبل از اینکه شروع کنم، اگر
در جریان باشید، من از جناب سروش دبا پسر عبدالکریم سروش دعوت به مناظره کردم و وقتی پیامم سین شد بعد از چند روز تو پیج اینستاگرامشون، حالا نمیدونم خودشون یا اون ادمینی که مسئول پیج هست، پرسید که کجا ساکن هستید. منم گفتم تهران سر. بعد گفتم برای چی مختصر جواب بدم؟ تمام اون معرفی که در پین مطلب پین شده یه پیج اینستاگرامم درباره خودم بود، علاوه بر اون یه فیلم 10-15 دقیقه‌ای هم معرفی دارم، گذاشتم توی پیجم، توی کانال تلگرامی براشون ارسال کردم. گفتم خب ببینم مسئله براشون حل بشه. بعد یه دفعه یاد یک خاطری افتادم مربوط به 25 سال پیش. من دنبال این بودم که با این آخونده در برای ولایت فقیه صحبت کنم. من از 25 سال پیش دنبال این حق بودم که آقا برای چی شما حاکمی؟ و به واسطه آشنایی که فامیل ها داشتن منو معرفی کردم یا خوندی که در دانشگاه پیام نور کار میکرد. یه 2-3 روز ما رو آورد و برد بدون اینکه جلسه بذاره، میگفتش که کار دارم. یه روزم حدود 200 پشت درش معطل کرد با اینکه زمان داده بود. بعد گفتش که بریم تا هر جا که میخوای بری برسونم. اینجوری ما رو سردوند. بعد مادرم گفت اینا پول میخوان که صحبت کنن. از اون زمان گذشت و من یادم رفته بود که اگر کسی بهش رجوع میکنیم و جواب نمیده سر میدونه دردش اینه. بعد یه دفعه به ذهنم افتاد که این جناب دکتر سروش دباغ آدم خوبیه، از بقیهشون بهتره. اول اینکه خدا باوره، دومم به قرائت‌های مختلف از قرآن و اینکه باید بروز بشه احکام، یک نوع اندیشه قرآنی اسلامی هست. گفتم با خودم حالا بیاد توی مناظره با من، من اینو زیر و روش کنم مثل همون 2 نفری که اومدن. برای من فایده ای نداره. از این طرفم میبینم که خیلی وقتش پره. رفتم تو کانالش دیدم جلسه میذاره، کنفرانس میذاره، کلاس میذاره. 2 روزم گذشت، بعدن گفتش کجا ساکن هستید و اینا. گفتم لابد همینه که مثلا میگه که بیا یه جلسه ببینمت. حالا 2 ساعتم منت بذاره برای من رایگان فایده نداره. من یه تعداد جلسات زیاد میخواستم، اونم با اشتیاق. اینجوری به جایی نمیرسیم. گفتم که اگر رابطه مالی میخواد باشه اصلا نمیخواد. جوابی هم ندادم ولی خیلی راحت شدم. بریم سراغ مبحثمون که خیلی مهم. اولا که سایت هامو معرفی کنم. این 2 تا سایت، اولیش بدون فیلتر شکم میتونید وارد بشید چون در دامین ایرانه، دومی چون در گوگل هست و همه سایت هایی که در گوگل ساخته میشه به صورت فلعی فیلتر کردن، سایت ما هم بی نصیب نمونده فیلتر شده. همه این مطالبی که توی این 2 تا سایت هست مشترکه، اما خب این سایتی که در گوگل هست به نظرم ظاهرش جالب تره. کانال هم در تلگرام، آپارات، یوتیوب هست. حتما عضو بشین، مخصوصا تو کانال یوتیوب من پلیلیست بیان فیلم های غیر درسی رو 200-300 تا هست ببینید. فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک هم که کامل بر مبنای کتاب درسیتون هست. پیج اینستاگرام من 5400 تا پست داره، خیلی از مطالب عکس ها اینا هست. ایمیل هم اگر فایلی خواستید بفرستید، مقاله ای داشتید خواستید تحلیلی انجام بدم،
خاطره‌ای، نکته‌ای، تجربه دینی، خیلی خوشحال میشم منم مطالبتون رو بخونم، گوش بدم، ببینم. اینم واتساپ هم و تلگرام هم هست، اگر خواستید میتونید از این طریقم مطالبتون رو ارسال کنید. اما این قسمت روایت من از زندگی، برداشت ها، تأملاتی هست که من در زندگی داشتم. بالاخره هر کدوم از ما باورهایی داره، اعتقاداتی داره، به چیزهایی رسیده. اما از اونجا که من خودم خیلی درونگرا هستم، حالا این تقسیم بندی هم جدیدن انجام شده ولی واقعا همینطوره، یعنی درون خودم بیشتر دوست دارم باشم و فکر کنم، بیاندیشم، بنویسم، تا اینکه با دیگران درباره فوتبال. حالا مافیا که دیگه شکنجه است، یعنی آخر شکنجه است برای من اگر بخوام مافیا بازی کنم یا حتی ببینم. من نمیدونم چجوری بعضی ها اینقدر براشون جذابه. خلاصه این دید منطقی که دارم با همین روابط محدودی که به نظرتون میاد یه نفر باید حتما سفر رفته باشه، روایت من از زندگی نه، سیر و سلوک معنوی، سفر درونی که دارم با همین روابط محدود، اتفاقا خیلی هاشو هنوز بیان نکردم. صدها صفحه هست نوشتم، اما اون چیزی که میخوام برای شما بیان کنم به فرم در میارم. همینجا به شما بگم اگر خواستید مطالبم به صورت متن در کنار لینک دانلود فیلم تو صفحه همون یوتیوب توضیحاتش میتونید لینک دانلود که به کانال تلگرامی متصل میشه، میتونید فایل متن اینم دانلود کنید. میخواستم امروز یه چیز دیگه بگم اما کلن اون رو گذاشتم کنار و دوباره یه قسمت دیگه نوشتم، دیدم این واجب تره. اون در مورد اعتقاد به خدا بود، اما گفتم بذار از یه جنبه دیگه این رو مطرح کنم که برام به نظرم جالبه، یه پاسخی هست به یک موضوع. شاید اصلا سوالی نباشه برای کسی، اما الان سوالش رو مطرح میکنم و شما میبینید چقدر مهمه. سالیان سال سیب افتاد زمین، اما یه نفر پرسید چرا؟ البته به نظرم خیلی ها پرسیدن، اما نیوتن رفت این دلیلشو به صورت علمی کشف کرد. خیلی چیزها در زندگی ما انقدر واضح و روشن لابد هست، لابد، یا اینطور بگم از کجا معلوم که نیست؟ سوال کنیم چرا؟ توهم خدا ناباوری. من اعتقاد دارم که چیزی به نام خدا ناباوری وجود نداره، بلکه یه توهمه. بذارید برای اولین بار از روی متن درست بخونم. اینو دیگه قول میدم این یکی رو دیگه رعایت کنم. من میرم سر منبر همینطور صحبت میکنم، بعد اون قسمت های اساسی که وقت گذاشتم سرسری گذاشته میشه ازش و حق مطلب ادا نمیشه. خب متن رو من نوشتم برای اینکه برای شما توضیح بدم. اون وقت اگر قراره من روی سه صفحه اولش دو سوم وقت بره، خب اون پنج صفحه بعدیش یک سوم متناسب نیست دیگه. تازه خیلی قسمت های آخر نتیجه ها هست که مهمه. روایت من از زندگی بخش 15 به وسیله من محمد رضایی نوشته شده. چیزی به اسم خدا ناباوری وجود ندارد. این ادعای منه. اگر در یک چیز، فقط در یک چیز میان ما و خدا ناباوران اشتراک باشد، این است که هر دوی ما دنبال این هستیم که حقیقت چیست. لااقل ادعا این هست در ظاهر.
البته وقتی میگوییم خدا ناباوران، باید بسیار احتیاط کنیم. همانطور که من باور دارم چیزی به اسم همجنسگرایی وجود ندارد و آن چیزی است که به خود میگیرن، یعنی اینو تظاهر میکنن همجنسگران، وگرنه بچه بازی ما داریم. کسی اگر واقعا به یک مرد بالغ تمایل داشته باشه خیلی عجیبه، اصلا همچین چیزی به نظر من وجود نداره. اکثرا این پوشش رو انجام میدن و اون چیزی هم که در قرآن به نام لواط هست اگر دقت کنید همینه. و آن چیزید که به خود میگیرند. در مورد خدا ناباوری هم عمیقا این اعتقاد را دارم که افرادی هستند که میگویند به خدا باور ندارند، اما در حقیقت تردیدی دارند که دارند به خود تلقین میکنند. همه در حالتی هستیم به نسبت ایمانمون بین اینکه یقین کامل مثل حضرت ابراهیم ایمان عینی داشته باشیم و اینکه مراتب کمتری رو داشته باشیم. حتما اگر کسی ایمان عینی داشته باشه خیلی خیلی مطمئن هست و کسی کمتر توی این دور زمان چنین ایمان عینی رو داره. ایمان مراتب داره، یقین مراتب داره. نمیتونیم بگیم که مثل یک مدار هست توی مثلا یک اتم و رسید به اینجا میره تو مدار بالا، نه. ما دائما در این حال و هوا هستیم. درسته یک نفر که ایمان پیدا میکنه زندگیش ایمانی میشه، رنگ مؤمنانه پیدا میکنه، اما شرک اینقدر مخفی میتونه در این ایمان نفوذ کنه تو هر لحظه که حتما باید همیشه مراقب بود و زندگی پیامبران هم این رو به ما درس میده. مگر کسی باور را انتخاب میکند؟ همه تظاهر به یک باور را میتوانند داشته باشند یا نداشته باشند. پس اگر کسی واقعاً به این باور رسیده که خدا هست، پس همه به این باور رسیده ایم. و اگر کسی ادعا می کند باوری وجود ندارد، همه در آن مشترک هستیم. چی می خوام بگم؟ می خوام بگم این باور یه چیزی نیستش که ما بریم سر کلاس دنبال یک کتاب بعد اونو بخونیم. بله ایمانمون قوی تر میشه، اما حتما باید چیزی درون ما وجود داشته باشه. اینکه یه نفر گارد داره در مقابل خدا و یا پذیرش بهتری داره، اینها همون درجات ایمانه. اما به صورت پیش‌فرض همه ما فطرت الهی داریم و در ادامه خواهید دید که من میتونم اینو اثبات کنم. پس همه ما به خدا باور داریم. اگر کسی تظاهر میکنه که و میگه که من خدا را باور ندارم، خدا ناباورم یا شکاک هستم، این چیزی هست که بیان میکنه. درجه از ایمان داشتن یعنی باور داشتن. ما کافر داریم، یعنی کسی که روی برمیگردونه، انکار حقیقت میکنه، نمیخواد مقید باشه، وگرنه همون زمان پیامبرانم افراد به این باور داشتن که خدایی آفریده و این بت‌ها کاری از دستشون ساخته نیست، شریک قائل میشدن. کافرا از جملهشون مشرکا هستن، از جملهشون منافقه ها هستن. بگذارید ثابت کنم که از منظر خدا باوری اصولا فرد خدا ناباور و شکاک وجود ندارد، بلکه این عنوانی است که اخیراً برای آن گذاشته شده است.
فلسفه وجود انبیا انذار بوده تا مردمی که می‌خواهند به گناه مشغول باشند به عبادت خدا روی بیاورند. داستان پیامبر رو بخونید، همشون میگن تقوا پیشه کنید، خدا را عبادت کنید، کم فروشی نکنید، فسخ و فجور نکنید. اگر میگن خدای یکتا رو بپرستید یعنی شریک قائل نشید. همه باوری به وجود یک ماورایی دارند، مگه میشه نداشته باشن؟ همه مشترک هستیم در فطرت الهی. بارها و بارها در قرآن از قول مشرکان آورده شده که ما آنگونه که تو ایمان داری ایمان نمی آوریم، ما را رها کن برو دنبال کار خودت. استدلال کافرها، مشرکها، منافقها و همه اون گناهکارها همین بود. ما می خواهیم این زندگی رو داشته باشیم، تو هم اگر عذابی داری بفرست، اگرم نداری برو دنبال کارت، دست از سر ما بردار، ما همین زندگی و خودمون رو دوست داریم، تو برو با خدای خودت. قضیه این است که عده‌ای می‌خواهند در دنیا آنطور که دوست دارند زندگی کنند و مراعات چیزهایی را نکنند. اما ممکن است این سوال مطرح شود که خب به خدا باور داشته باشند، بعد هر غلطی می‌خواهند بکنند، مگه اینا با هم منافات داره؟ من می‌گویم خب کسی نماز را مقید بخواند بعد هر غلطی خواست بکند، آیا این میشه؟ اونایی که میگن میشه دروغ میگن. درسته یزید، شمر یا هر گناهکار و فاسق و ظالمی نمازهایی میخونه، اما این رو به صورت مقید و از روی تمایل نمیخونه، یا داره تظاهر میکنه برای اینکه حکومت کنه، یا یه نفع دیگه ای داره. به صورت مقید و از روی تمایل نیست، اکراه داره. و اگر میگن خوارجم نماز میخوندن پیشونیشون پینه بسته بود، اینا همش دروغه. اینها برای اینکه نماز رو در چشم مردم بد جلوه بدن اینا رو عنوان میکنن. یه نفر خوارج ممکنه اینجوری باشه، اما ما قاعده کلی رو داره میگیم. اون خوارجی هم که اینجوری بوده، من مطمئنم که در راه خوارج بودنش و خارج بودنش مستقیم نبوده. و خیلی از این افرادی که در حال حاضر هستن، ما که میدونیم اینا پیشونیشون چجوری اون اثر رو داره. دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو؟ چرا خودتون رو میخواید با دروغ‌هایی میسازند مشغول کنید؟ خودتون که میدونید اینا اهل فسخ و فجورند. باور به خداوند چیزیست که در ما به صورت پیش‌فرض قرار دارد. وقتی اتفاق ناگواری آنچنان که هیچ چیز نمیتواند کاری کند رخ میدهد، بدترین و شرورترین افراد را میتوانیم تصور کنیم که به خدا تضرع میکند. یعنی برای اون فرد اتفاق میفته قابل تصور هست برای ما که این فرد به خدا رو بکنه و از خدا کمک بخواد. خب این یعنی چی؟ یعنی خود ما هم الان داره باور میکنیم همه به صورت پیش‌فرض به خدا باور دارند. این آیا تصوری واقعی نیست؟ این که ما الان داره تصور میکنیم فرعون وقتی که اون رود شکافته شده، اون ارتفاع عظیم از آب میخواست رو سرش هوار بشه، گفت خدایا من رو ببخش، آیا این رو ما تصور میکنیم یا نه؟ خود شما همین الان خونه زلزله بشه، خدایی نکرده، یا یک اتفاق بد بیفته، یا ناجور مریضی رخ بده، آیا یاد خدا نمی کنید؟ از خدا یاری نمی خواهید؟ اگر همین الان به شما بکن فردا از دنیا میرید،
دستتون از دنیا کوتاه میشه، همین زندگی رو دارید. اگر همین زندگی رو داشته باشید، حتما کار درستی داره میکنید. چون به نظر من کسی جز آدم‌های مطمئن به پس از مرگشون نمیتونن ادامه بدن با شنیدن چنین خبری. آتئیستا، اونایی که عنوان میشه خدا ناباورن، خیلی ادعای علمی بودن میکنن، از فرگشت و بیگ بنگ صحبت میکنن. ازشون سوال میکنیم شما که ادعای علمی بودن رو دارید، برای ما این ادعاتون که خدا ناباور هستید رو ثابت کنید تا ما بیایم خدا رو به شما ثابت کنیم. همونطور که ادعا میکنید باید استدلالی پشت ایمان به خدا باشه تا قبول کنید، ما میگیم ما خدا باور که شما به خدا باور دارید، اما این چنین تظاهر میکنید، دروغ میگید. لابد میگید ما این ادعا رو ثابت کنیم، اما ما ادعا نکردیم، شما ادعا کردید خدا ناباورید. اما مشکل از اینجا پیش میاد، کی پیش کی میره ادعا میکنه، بحث شروع میشه و بیشترین باخت از اینجا شروع میشه که خدا باورا میرن تو زمین اینها و میخوان خدا رو ثابت کنن. وقتی خدا ناباور میاد پیش خدا باور، اولین چیزی که باید از او سوال کرد اینه: تو به من ثابت کن به خدا باور نداری. میاد میگه که من نماز نمیخونم، این از رو کاهلی و تنبلیته. میگه من مشروب میخورم، این از لذت جوییته. من روابط نامشروع دارم، این بیبندوباریته. این ربطی به باورت نداره. اون چیزی که باعث شده اومدی اینجا از خدا باور میخوای برات خدا رو ثابت کنه، همون لرزش ته دلت نسبت به آخر و عاقبتته. داشتم کلیپی از ایلان ماسک، بنیانگذار تسلا، صاحب شبکه‌های مجازی، داشتم کلیپ از ایلان ماسک می‌دیدم که می‌گفت در نوجوانی به کتاب‌های علمی علاقه‌مند بوده و چیزی که تا امروز او را تحت تأثیر قرار داده است آن نگرشی است که از آن موقع در ذهن شکل گرفته. این که ما اینجا چه میکنیم، نقل به مضمون میکنم، گفت به جای اینکه ما سوال کنیم و دنبال جواب بگردیم، باید به این فکر کنیم این جهان، این کائنات، این وجود ما پاسخ چه سوالی است، یعنی وجود خودمون برای چی هست. یعنی اگر میخوایم به حقیقت هستی پی ببریم، اگر درون خودمون یه مقدار تأمل کنیم، ویژگی های خودمون رو خوب مورد مطالعه قرار بدیم و این پازل رو از این قسمت بچینیم، میبینیم چه تصویر کلی وجود داره. ما پاسخ هستیم، سوال چه هست؟ دیدی جالب است از عرفانی عمیق که در نگاه ما هم تعبیر و تفسیر می شود. ما همیشه دنبال این هستیم بیاییم توی فلسفه ها حقیقت چیه، معنا چیه، جهان از کجا آغاز شده. این سوال های حاشیه‌ای و انحرافی ما هستیم، همین بسه. اما حالا که هستیم، این وجود ما، شرایطی که در اون هستیم، قرینه ای داره. اون قرینه چیه که این رو تکمیل میکنه؟ اون همون پرسشیه که مطرح باید بشه. ما جوابیم، اون پرسش چیه که ما جوابش هستیم؟ اگر من الان در اینجا هستم، حتما یه حکمتی پشتش وجود داره، همونطور که سیارات در مدار خودشون حرکت میکنن، همونطور که یک ماده شیمیایی اثری داره، من هم در جای خودم دارم کاری رو انجام میدم که باید انجام بدم. من به اینا پی بردم. حالا ممکنه برخی اینقدر افراطی درون این پیش برن و بخوان استدلالی صرف
و ظاهری پیش برن، بگن بله همه چی قضا و قدریه، اما در هر لحظه خودمون انتخاب میکنیم. به قول یه نفر میگفتش که دعا کنیم همه چی که قضا و قدره. گفت از کجا معلوم که قضا و قدر این نباشه که آنچه که تو دعا میکنی انجام بشه، یعنی به دعا و خواست تو قضا و قدر تغییر کنه. این خواست رو کم نگیرید، خواستی که از دل در میاد حتما یک اثری داره. ما حسیم، ما روحیم، ما جسمیم. وقتی که شعور ما چیزی رو برمی انگیزه حتما تغییراتی رخ میده. اگر خداوند کن فیکون کننده است و این وعده رو داده که مؤمن درخواستی داشته باشه اون رو اجابت میکنه، معنیش اینه این خواست درونی تغییر ایجاد میکنه در روند. من معتقدم که باور به خدا همان چیزی است که باعث می شود یک کسی که اظهار می کند خدا ناباور است اما در حقیقت یک عیاش و یا یک لذت طلب است که هیچ چیزی از دیگران برایش اهمیت ندارد، ساعتها وقت می گذارد تا چیزی بگوید بیفایده. چرا واقعا یک خدا ناباور، یعنی اون کسی که ادعا می کنه خدا ناباوره، بیاد این همه بحث کنه، این همه بخواد انرژی صرف کنه تا یک خدا باور و خدا ناباور کنه؟ واقعا میدونیم هیچ چیزی از زندگی اون خدا باور براش اهمیتی نداره. اگر اون و ایل و تبار این خدا باور بمیره، اون فقط میگه اه، اما ساعتها حاضر وقت بذاره او را برگردونه. البته این اتفاق نمیافته. آیا تا به حال کسی از خدا باوری به خدا ناباوری یا بالعکس واقعا رفته است؟ آن چیزی که رخ داده است این بوده است که عده‌ای که دین را بد شناخته و یا خواستن از قیودات خارج شوند، از قیودات دینی، از همین احکام، بایدها، نبایدها، حلال و حرامها، به این عنوان، یعنی به بهونه این که خدا ناباور شدن، از اینجا استفاده کنن و بگن که دیگه راحت میتونیم ما زندگی کنیم به خودشون. و از آن سو برخی از خدا ناباوران هم برای این که خسته شدن از این جست که گرفتن، میگن خب بیام یه مدتی هم خدا باوری رو محض تنوع امتحان کنیم. اومدن به جرگه خدا باوری مثلا. چرا میگم مثلا؟ چون خدا باوری خدا ناباوری که مسخره بازی نیستش، که یک چیز درونیه، با بیان نیست. درسته بیان هم یک سطحی از ایمانه، اما خیلی سطحیه. سوال: اگر خدا باوری و خدا ناباوری فقط یک جست است، چرا این جست را باید بگیرن؟ چه فایده ای دارد؟ الان داره سوال اساسی رو میپرسیم. اینا میخوان از قید خارج بشن، وارد خدا ناباوری میشن. اونا میخوان آرامشی کسب کنن، وارد خدا باوری میشن. اما چرا باید این جست رو بگیرن، اعلام کنن؟ این اعلام کردنش چیه؟ شاید مثال خوبی نباشد، خصوصا برای دانش آموزان، اما از جهتی هم خوب است تا بدانند که چقدر از نوجوانان برای اینکه جست بگیرن و جذابیت نادرستی کسب کنن، مثلا خالکوبی میکنن یا سیگار میکشن یا یه کارهای خلافی انجام میدن، لباسهای خیلی ناجور میپوشن. اما جالبه اونایی که این کارو میکنن، اگر این کارو نکنن خیلی به نظر من زیبا، اگر باشن زیباییشون
بیشتر دیده میشه. اما این کار رو میکنن که به نظر من تحریک کننده تر باشن. شاید فکر میکنن حکومت باید کنن با دلبری، یعنی هوس انگیزی بیجا و این گناهه. حالا در نظر بگیرید بسیاری از نوجوانانی که زیبا هم نیستن، حالا بگیم به اصطلاح خواستنی نیستن، بیشتر این کارو میکنن. یعنی هر دو دارن در ظاهر خودشون رو شبیه هم میکنن. چون در یک هدف مشترکن و اونم تحریک کنندگیه. اگر اون نوجوانی که زیبایی خدادادی داره همون زیبایی خدادادیش رو نشون بده، میتونه زندگی طبیعیش رو انجام بده. اما میخواد حکومت کنه، میخواد دلانگیزی کنه، در دل رخنه کنه، و این هر دو در این هدف بد شریک هستن، شهوت برانگیزی برای دیگران. اون کسی که حالا خواستنی نیست، مثل اون پیرزنی که آرایش میکنه، یه جذابیتی در پوشش این شهوت برانگیزی برای خودش ایجاد میکنه، چون از دور که مشخص نیست چهره، خیلی میخواد این شهوت برانگیزی رو داشته باشه. حالا تا اون طعمه، اون مردی که در این دام میفته و خودش رو خار میکنه رو کسب کنه، هدفش اینه. اما اون نوجوانی که زیبایی داره چی؟ اون حماقت کرده، هم از لحاظ دنیایی هم از لحاظ آخرتی، و از این جهت هم هست که میبینیم هرچی پیشتر میره این نوجوانایی که زیبایی دارن شبیه خارجی ها دارن میشن. یعنی از این فشن های زشت، خالکوبی های ناجور، رنگ کردن مو دارن فاصله میگیرن. فقط اون کسایی میان این کارا رو میکنن که جذابیت ظاهری اضافه بشه بر اون چیزی که ندارن، و این خوبه. کلاس داره میره بالا، کلاس آگاهی از هر دو طرف، هم انقدر این بازار گناه رونق گرفته، خداوند حکمتش اقتضا میکنه دیگه. اون کسایی که ذلیل هستن تو اون خاری گناهشون میمونن، و اون کسایی که حاکم هستند باید تاوان این حاکم بودن بر آدمهایی که خوب هستن یا گرایش به خوبی رو دارند با پرستیجی که حفظ میکنن بدن. اما حالا شما دهه های قبل برگردید، طرف با شلوار کردی هم جاذبه داشت، باید الان انرژی صرف کنن. و چقدر بدبخت اون نوجوان زیبارویی که به جای اینکه مثل حضرت یوسف این زیبایی رو در راه خدا خرج کنه، در راه شهوت برانگیزی مردان پست و هوسران صرف میکنه، در گناه اونها شریک. شبیه این خدا ناباورا دارن جست میگیرن، چون این خدا ناباوری باعث میشه که یک جلوهی پیدا کنن، یک حالت بیقیدی پیدا کنن، یک وجهی برای همه لذت طلبی ها و عنوان ها پیدا کنن، و پوششی شده برای هزار فسق و فجور دیگه. و الا چه دلیلی داره یه نفر که به خدا باور نداره بیاد اینو جار بزنه؟ باور درون آدمه. ما که خدا باور هستیم و خدا باور حقیقی هستیم، هیچ وقت نمیایم اینو به قول معروف توی
صورت کسی بکوبیم و بخوایم به زور این حرفا رو بشنوه. اما چرا خدا ناباورا این همه تلاش دارن بحث کنند، اثبات کنند؟ میگن که ما میخوایم جهان رو از این اعتقاداتی که باعث شده مردم به گمراهی کشیده بشن و زندگی سختی برای دیگران خودشون ایجاد کنن خلاص کنیم. آخه آدم یه حرفی بزنه که باور کردنی باشه، اینا به شما نمیاد. اگر منم یه زمانی خواستم مناظره‌ای با خدا ناباورا چه با خدا باورا داشته باشم، اصلا در جنبه اثبات اعتقاد و عدم اینکه اونها اعتقادشون به خدا نیست باید باشه، نه اینجوری نبود. من فقط میخواستم زندگی اینها رو رو کنم که تا اونجایی که تونستم یه جلسه شد و بعدن دیگه ادامه پیدا نکرد. برای سروش دباغم دیدم آخه این خیلی از لحاظ نظری و فکری با من نزدیکه، به قول معروف دلم سوخت. گفتم بذار تو همین مسیر بره، یک وجهه من خودش احتمالاً متوجه میشه. فقط براش این بیانو گذاشتم که درباره زندگی شخصی اگر بنویسی خیلی برات مفید تره. از منظر من وقتی خودم را جای این افراد می‌گذارم که در سطح عمومی می‌گویند به خدا باور ندارند، به این دلیل است که می‌خواهند راحت زندگی کنند. راحت یعنی این که بدون احساس شرم دروغ بگویند. حالا میگید چرا اینو عنوان می‌کنند؟ بالاخره وقتی یه نفر خدا ناباور هست، هر کسی دوست داره خودش رو مطرح کنه، به هر عنوانی که هست دوست داره خودش رو مطرح کنه، یه وجهی برای خودش داشته باشه، بگه آتئیستم براش بیشتره موجهه تا سکوت کنه که اینو خدا باور بدونن، که مثلا همجنسگرا که در اصل گفتم دنبال روابط با بچه هاست، ما چیزی به نام همجنسگرایی نداریم. بعدن میان میگن قرآنم معلوم نیست رو درست باشه. بعدن میان چند تا آیه قرآن مثلا اونجایی که درباره تقسیم ارث هست میگن اینا جمعش میشه 27، مثلا 24 روم نمیشه یک عصر. خب اینا اصلا مطرح نیست، همه ی احکام قرآن رو بروز کنن تو مشکلت حل میشه. تو باورهات رو درست کن، خدا رو عبادت کن، اون چیزی که به قلبت میفته، این رابطه‌ای که آلوده است سرنوشت یک نفر رو تغییر میده، این چرخه رو ادامه میده و آدم‌ها رو ذلیل بار میاره، این رو باید انجام ندی. چی کار داری به این که این جمع کس چی میشه؟ خودت میدونی اینها برای این هستش که امثال تو عیارشون مشخص بشه، دنبال بهونه‌ای خر وامونده منتظر چشه. من اعتقاد دارم تا وقتی یک نفر و فقط یک نفر روی کره زمین باقی باشد و یا شما بشناسید که واقعا به خدا ایمان داشته است، برای شما کافی است. وقتی که یک جماعتی رو شما در نظر بگیرید توی یه جایی دارن بد زندگی میکنه، یکی از اینها بلند میشه میره میگه یه سرزمین رو پیدا کردم، خوش آب و هوا، خیلی امکانات داره، پیشرفته است، باور میکنن همه، چون این رفته این خبر رو آورده، از نوع بیانش میشه فهمید، لااقل تردید میکنن. این یک نفر کافیه، من همون یک نفرم، من این مسیر رو رفتم و به شما میگم اعتقاد به خدا خیلی موجهه. مسئله کسانی که میگویند خدا ناباور هستند مانند همان دانش آموزی است که در کلاس درس نمیخواهد درس بخواند، میگوید معلم خوب نداریم، معلممون بد درس میده. همه اینها درست، اما هنوز تو میتوانی درست را بخوانی، یاد بگیری، همان اندازه که توانت هست میتونی
این درس رو ازش یاد بگیری، اما این رو انکار میکنی که همینم بهت عذاب وجدان میده، همین انکار، همین مقدار اندک یادگیری رو. برای همین دست به شرارت تو کلاس میزنه. حالا اگر یک شاگردی هم باشه که این شاگرد درس خون باشه، این میشه همون دشمنش. برای همینه کسایی که درس نمیخونن یک تناظر یک به یکی با شرارت داره، مگر اینکه یک دانش آموزی باشه که آن نرمال باشه، غیر عادی باشه. اینم اگر مدرسه خوب باشه سریع اطلاع میدن، خانوادش میبرن میبینن دکتر، میبینن بله حالا بیش فعاله، مشکل داره، یا تو خونه استرس بهش وارد میشه. اگر ما احساس میکنیم که نفسی داریم که غیر از جسم و روان، یعنی همین احساساتمونه، این سواله که چیه این؟ اگر با عبادت آرامش میگیریم، این خیال نیست، این توهم نیست، این واقعیه. عبادت از اول بوده. حالا ممکنه شما بگید چرا احکام یهودی با ما فرق داره، چرا مسیح پسر خدا میگن اما قرآن میگه پیامبر؟ شما در اشتراکات اگر نگاه کنید، میان ادیان ابراهیمی اصول یکیه، خوبی های زیادی وجود داره. آیا تا حالا به این فکر کردید شاگرد زرنگا تو این درس ایمان همه دانشمندن و تنبل ها ظالم و فاسق و گناهکار؟ این اتفاقیه؟ اگر بدون خدا بودن نفعی داشته باشه، مطمئنن اونایی که خدا باورن که از نظر شما خدا ناباورها بهشت و جهنم انگیزشون بوده، خب اینا انگیزه پیدا میکنن که بیان از این لذتهایی که به نظر شما خیلی زیاد هست بهره مند باشن. اگر واقعا خدایی در کار نباشه، چرا این نفع طلب ها، این دنیا طلب ها نیان؟ اما از اون سو شمایی که میگید خدا ناباورها که خدایی وجود نداره، آخرتی وجود نداره، چرا اینقدر چسبیدید به دنیا؟ تو صف آخر ایثارگری هستید، از مرگ میترسید. این استدلال عمیق 1400 سال پیش هنوز داره کار میکنه. اون کسایی که میگن ما وضعیتمون بعد از این دنیا خوبه، یا اصلا وضعیتی نداری، چرا طلب مرگ نمی کنن؟ چرا به سوی مرگ انقدر بی اشتیاق هستن؟ اما از آن سو هی میخوان از این دنیا بهره بگیرن، انگاری مثلا این دنیا ارث پدرشونه. ظلم میکنن، فسق میکنن، بعدن میگن که ما خدا ناباورها موجه ترین. اصلا تصور این که دنیا با خدا ناباوری تمام آرامش داره اصلا برای من ممکن نیست. به نظرم هر چقدر آرامش وجود داره و هر چقدر خوبی وجود داره، صدق سر خدا باورهاست. پس وجود ما پاسخ به سؤالی است که درون هر یک از ماست و من در مورد خودم آن را پیدا کردم. فکر میکنم اگر کسی مانند ایلان ماسک توانسته به این موفقیت برسد، سؤال خودش را پیدا کرده و همینطور هر کسی که در راهی درست گام برداشته. حضرت محمد، نیوتن و بقیه افرادی که در تاریخ مثمر ثمر واقع شدن. اگر کسانی هم پیدا می شوند که در شرارت و بدی کتازی می کنند، مطمئنن در نگاه من خدا باور به اینجا می رسد که دریابم گونه های دیگر هم می شود بود و انتخابی است که هر کس در زندگی دارد.
یعنی اگر شما عمیقاً توی خدا باوری، ایمانتون که با تزکیه است، با عبادت، با نماز خوندن، با دوری از گناه، با اون چیزی که پیروی از قلبتون هست ایجاد میشه، درکی میکنید که وجود این ظالم ها حکمتی داره. این چیزهایی که در دنیا داره رقم میخوره یه نشانه، یک اطمینان قلبیه. چطور؟ همونطور که تو قرآن گفته، اینها مرگو میبینن اما باز دست بردار نیستن. تو مرگ اینها رو میبینی، مطمئن میشی که خداوند تقدیری که رقم زده درسته. اینها دنیا رو طلبیدن و تو اگر آخرت رو انتخاب کردی محکم بمون. وعده خدا همونطور که در مورد این چیزهایی که در دنیا میبینی محقق شده، در مورد اون چیزهایی که در آخرت هم هست محقق میشه. من اون چیزی که تو قرآن یقین حاصل کردم بهش که کلام خداست، غیر از اینکه آدمهای مؤمن، دانشمندها، فقیها، بزرگان، اشتراکات با ادیان ابراهیمی، استدلالهای قویه که بر دلم نشسته. حتی پیشبینی‌هایی که قرآن در مورد جهنم و بهشت، گفتگوهایی که بین افراد انجام میشه. یک عصر را دریافتم که هیچ قطعیتی و فرمولی برای سعادت وجود ندارد. اگر داشت، دانشمندان، فیلسوفان تا الان کشف کرده بودند. خود هر کس سعادت خودش را میتواند انجام بدهد. درسته، ما میریم احکام و بایدها و نبایدهای اخلاقی را انجام باید بدیم و انجام میدیم، اما اینها وقتی باعث سعادت میشه که نیتمون درست باشه، که اخلاص توش باشه، و این اخلاص اراده ما رو میخواد. این آموختنی نیست، این کسب کردنی نیست، از کسی نمیتونیم اینو یاد بگیریم، تقلید کردنی نیست. چجوری باید این رو به دست بیاریم؟ با تزکیه‌ای که اراده میکنیم خودمون. موفق باشی. آدرس سایت ها و کانال هام رو ملاحظه میکنید، امیدوارم عضو کانال هام بشید. میتونید فیلم های آموزشی ریاضی، فیزیک از پایه سوم تا دوازدهم برای تمامی رشته ها رو در پلی لیست ها که منظم قرار داده شده ببینید. همچنین تو سایت هام بر اساس رشته تحصیلیتون فیلم ها دسته بندی شده. اگر به سایت ها مراجعه کنید، لینک به هر فیلم توی کانال یوتیوب آپارات یا تلگرام داده شده. امیدوارم خودتون استفاده کنید و دوستانتون رو از این امکان خوب مطلع کنید. ممنونم.